اگه فکر میکردید این شما هستید که دارید ماشینا رو کنترل میکنید، باید بگم دیگه اینطوری نیست. این یک نمونه ماشینه که شما رو کنترل میکنه. هفته کلیک به نمایشگاهی در لیورپول رفته تا ارتباط بین ربات‌ها، انسان‌ها، آواتارها و البته هنر رو بررسی کنه. آیا شما برای پیوستن به دنیای دیجیتال آماده اید؟ بازگشت رپ‌کن معروف توپک به زندگی، البته با کمک فناوری هولوگرافیک. این بخشی از گزارش دوم ماست که درباره حضور مجازی از راه دوره. ما مثل هر هفته اخبار فناوری رو خواهیم دید و وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های تازه رو در وب نورد. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. چیزی که مسلمه اینه که در آینده ما با دوستان و همکارامون بیشتر از راه فناوری گفتگو میکنیم تا رو در رو، و کیفیت ارتباط با آدمایی که از راه دور با همون ارتباط برقرار میکنن انقدر خوب میشه که انگار هممون نشستیم تو یک اتاق. صحبت از ارتباط ویدئویی هر چند وقت یک بار با پدر و مادرمون نیستا، دارم از راه روش‌های صحبت می‌کنم که با استفاده از اونها میشه حضور دیگران رو به صورت مجازی از راه دور حس کرد. و این نمایشگاه در شهر لیورپول دقیقاً راجع به همین موضوعه. به دنیای ربات‌ها و آواتارها خوش آمدید. بخشی هنر، بخشی فناوری. این یک مجموعه از آثار هنریه در قلب لیورپول و کنکاشیه بر سر این موضوع که اگه ما موجوداتی دیجیتال باشیم، خودمون و دیگران رو ممکنه چطوری ببینیم. هنرمندان با ژرف اندیشی پرسش‌هایی رو مطرح کردن، از جمله اینکه وقتی خودمون رو داخل قاب یک نمایشگر می‌بینیم چه حسی بهمون دست میده، یا چه احساسی خواهیم داشت اگر بخش عمده‌ای از زندگیمون رو در یک کالبد مجازی سپری کنیم، و همچنین اینکه اگه بذاریم ماشین‌ها کنترل زندگی واقعی ما رو بر عهده بگیرن، اون موقع چه حسی خواهیم داشت. به عنوان مثال، این اثر تحت عنوان بیس 8 دست واقعی شما رو به دستی مجازی تغییر ماهیت میده، به این منظور که بتونید با اشیایی که وجود خارجی ندارند به طریقی کار کنید. از اونجایی که در حال حاضر تعداد روزافزونی از دستگاه‌ها رو با حرکات دست و بدن میشه کنترل کرد، ممکنه که ما کم کم عادت کنیم که اشیای مختلف رو بدون هیچ گونه لمس فیزیکی جابجا کنیم. مثلا با ابزار و ادوات موجود در یک آزمایشگاه شیمی مجازی کار کنیم، یا اینکه کنترل یک دست روبوتیک رو از راه دور بر عهده بگیریم. شاید هم بخواید که از گوشیتون برای کنترل یک ربات سخنگو استفاده کنید، مثل جناب آقای روبوکس در اینجا، که با این هیبت یکم ترسناکش در اصل به این منظور طراحی شده که در قالب صدا و پیام‌های شفاهی مردم رو راهنمایی کنه. و مطمئنم که نادیده گرفتنش کار سختیه. از طرف دیگه برداشت‌های ظریف‌تر و کمی دقیق‌تر از دانش روباتیک رو هم میشه اینجا دید، مثل ایدا، یک کره عظیم پوشیده از مدادهای گرافیت و پر شده با مخلوطی از هوا و گاز هلیوم تا کمی سبک‌ترش کنه. اسم این ربات برگرفته از نام ایدا لابلیس هست، کسی که به عقیده خیلی‌ها اولین الگوریتم رو برای یک ماشین نوشته. در واقع این کره یک جور تجربه کدنویسی برای یک ماشین، ربات یا آواتاره، منتها به صورت فیزیکی. به این معنا که ایدا عمل کسانی که اون رو هول میدن کپچر میکنه و بعد اونا رو روی دیوار و سقف انکد یا به رمز در میاره. و در چرخشی 180 درجه ای از فضای فیزیکی به دنیای احساسات، آثاری هم در اینجا وجود دارن که هدفشون تسخیر احساسات ماست. The Electronic Man وبسایتیه که احساسات کاربرانش رو از نقاط مختلف جهان با استفاده از روش جمع سپاری یا کراود سورسینگ ثبت و منتشر میکنه. اگه این پروژه شتاب بیشتری به خودش بگیره، میتونه راهنمای مناسبی باشه برای معرفی جاهای خوب و دوست داشتنی این کره خاکی و همینطور جاهای ناجور و پرتنشون. البته اگه اهل جهانگردی هم نباشید، ممکنه برای صحبت و ایجاد ارتباط با مردم کشورها و قاره‌های دیگه راه‌های زیادی داشته باشید.
چند سال پیش دنیای مجازی سکند لایف تنها پدیده‌ای بود که جلب توجه می‌کرد. در واقع اونجا یک فضای سه‌بعدی بود که آواتارتون میتونست خونه بسازه، کسب و کار شخصی را بندازه یا روابط مختلفی رو با آدم‌های دیگه شکل بده، فارغ از اینکه کالبد فیزیکیتون در کجای این کره خاکی داره زندگی می‌کنه. هرچند سر و صدایی که سکند لایف به راه انداخت الان تا حد زیادی فروکش کرده، با این حال ایدش هنوز هم مطرحه. مثلا Visions of Our Communal Dreams تلاش داره نشون بده که چطور دنیای مجازی میتونه با دنیای واقعی ادغام بشه. در اینجا شما نه تنها میتونید آواتارتون رو به پرواز در بیارید، به همه جای این فضای مجازی سرک بکشید و افراد مختلفی رو ملاقات کنید، بلکه میتونید با افراد خاصی هم به صورت واقعی صحبت کنید. اگه به پورتال‌های متعدد این جزیره مجازی پرواز کنید، به دریچه‌ای می‌رسید که به یک مکان خاص از دنیای واقعی باز میشه، به این صورت که تلفیقی از دوربین‌ها و پروژکتورهای خاص این امکان را فراهم می‌کنند تا افراد واقعی و مجازی در یک نقاطی با هم تلاقی کنند. در این باره در همین برنامه بهتون توضیح خواهیم داد. و در نهایت یه چیز کمی ترسناک و البته کمی هم نوازش دهنده اعصاب. این نمونه به این منظور طراحی شده که اعتماد ما رو به فناوری محک بزنه. آیا روزی میرسه که ما هدایت حرکت‌ها و گام‌هامون رو به یک ربات بسپاریم؟ به عبارت دیگه، تا چه حد سپردن کنترل فیزیکی رفتارمون به یک ماشین میتونه کار راحتی باشه؟ برای رسیدن به پاسخ مجبور بودم آزمایشش کنم. آدم احساس میکنه واقعا رباته. این ماشین داره کاملا منو کنترل میکنه. هیچ جور نمیشه واردش شد. اسم این جونور ترسناک رو گذاشتن کمپاس، که میشه جهتیاب ترجمهش کرد. ولی راستش رو بخواید، من ترجیح میدم بگم جهتیاب زوربر، چون که این توانایی رو داره تا جهت حرکت شما رو در صورتی که نپسنده و حال نکنه تغییر بده. این دستگاه به تشخیص خودش تعیین میکنه که شما باید چه مسیری رو در پیش بگیرید و مطلقاً نمیذاره که روی این مستطیل‌های نورانی پا بذارید. روش کارش مبتنی بر میدانی مغناطیسیه که زیر کف پوش قرار داره و با استفاده از نیروی گشتاوری که از طریق حرکت وزنی سنگین روش ایجاد میشه، شما رو وادار به تغییر جهت میکنه. یه جور دیکتاتور ماشینی که هیچ رقمه باهاتون شوخی نداره. خب دوباره من برگشتم به این اتاق. اینجا پروفسور نوح شارکی هست، استاد دانشگاه و متخصص هوش مصنوعی و علوم روبوتیک. خوش اومدید به کلیک. نظرتون درباره این نمایشگاه چیه؟ همچین نمایشگاهی میتونه مفید باشه؟ فکر میکنم خیلی تاثیرگذاره. تا جایی که به خودم برمیگرده، من به کار با هنرمندا خیلی علاقه دارم، چون که اونا حوزه هایی رو با دقت بررسی میکنن که ما عمدتا اونا رو نمیبینیم. ما از دید مهندسی به قضیه روبوتیک نگاه میکنیم. منتها اگر شما میخواین که ایده های نو و زیبایی واقعی رو هم تو کارتون داشته باشین، راهش اینه که از یه هنرمند مشاوره بگیرین. این توصیه‌ای که من همیشه تو جلسات درس روبوتیک در دانشگاه مطرح میکنم. اما اگر نگاه تاریخی به دانش روبوتیک داشته باشیم، باید بگم که تا دهه 80 انتظار ما این بود که بتونیم به زودی یک ماشین روبوتیک همه فن حریف و در عین حال متفکر داشته باشیم. و با نگاه به زمان حال میشه گفت که این آرزو بیش از حد جاه طلبانه بوده. مهمترین عامل هم ضعف بخشای مکانیکی ربات ها بوده. به همین خاطر ما نگرشمون رو کلا عوض کردیم و به جای ساخت یک ماشین چند کاره، به طراحی ربات هایی رو آوردیم که صرفاً متمرکز بر انجام یک کار خاص و ثابتن. مثلا به این صورت که برای نظافت داخل خونه، یه ربات زمین رو جارو بزنه، یه ربات دیگه زمین شوری بکنه و به فرض تمیز کردن پنجره ها هم توسط یه ربات سوم انجام بشه. با پیشرفت در ادامه همین راستا، زمینه جدیدی ایجاد شده به نام تل روبوتیک که داره جای پای خودش رو در علوم دیگه محکم میکنه. شاید یکی از بهترین مثال‌ها استفاده از تل روبوتیک در جراحی باشه که خصوصاً در آمریکا مورد توجه زیادی قرار گرفته. در این متد جدید یه دست روبوتیک جراحی رو انجام میده که البته توسط یک پزشک متخصص کنترل میشه. به این صورت که وقتی جراح دست خودش رو حرکت میده، تمام لرزش‌های دستش توسط ربات گرفته میشه و بعد با سرعت آهسته‌تر همون حرکت رو انجام میده. بنابراین میتونم بگم که تا این مرحله علم روباتیک پیشرفت خوبی داشته. ممنون پروفسور. خب ایده های جالب و زیادی تو این نمایشگاه بوده. شما اگه نظری دارید برامون ایمیلش کنید با آدرس persianclick@bbc.co.uk. اما الان وقت اخبار فناوری.
بر اساس آخرین آمارها، سامسونگ به بزرگترین تولید کننده گوشی‌های موبایل تبدیل شده و برای اولین بار در 14 سال اخیر رتبه‌ای که همواره در اختیار نوکیا بوده رو از آن خود کرده. و نه تنها این، بلکه بر اساس برآوردهای منتشر شده در 3 ماهه اول سال 2012 سامسونگ در زمینه عرضه و فروش گوشی‌های اسمارت فون از اپل هم پیشی گرفته. این تحقیقات در حالی منتشر شدن که این کمپانی کره‌ای داره گوشی جدیدش یعنی گلکسی S3 رو آماده فروش در بازارهای جهانی میکنه. دادگاه عالی بریتانیا حکم به مسدود شدن پایرت بی، سایت سوئدی اشتراک فایل داده. به همین خاطر به 5 شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی دستور داده شده که از دسترسی کاربراشون به پایرت بی ممانعت به عمل بیارن یا به عبارت بهتر این سایت رو بلاک کنن. پایرت بی متهمه که قوانین کپی رایت رو نقض میکنه، هرچند که خود سایت چنین اتهامی رو رد میکنه. به عقیده تحلیلگرا احتمال زیادی وجود داره که کشورهای دیگه هم تصمیمات مشابهی اتخاذ کنن. و خبر آخر این که بعد از استرالیا آیپد جدید یه شاکی جدید پیدا کرده. بریتانیا. اصل قضیه از این قراره که چند هفته پیش کمیسیون حمایت از مصرف کنندگان در استرالیا اپل رو محکوم به ارائه اطلاعات گمراه کننده به مشتری ها کرد، چون که این شرکت در تبلیغاتش عنوان کرده بود که آیپد جدید با شبکه 4G کار میکنه، در حالی که با استانداردهای 4G در استرالیا سازگار نبود. حالا نهاد نظارت بر استانداردهای تبلیغات در بریتانیا خبر داده که اخیراً تعداد زیادی شکایت در ارتباط با کارکرد آیپد در شبکه 4G دریافت کرده. اصولاً مشخص شده که آیپد جدید اپل فقط با شبکه 4G آمریکا و کانادا سازگاره و اساساً روی باند فرکانسی شبکه‌های 4G در اروپا و استرالیا کار نمی‌کنه. پنجره به دنیای مجازی، اما به نظر میاد که کسی توش نیست. به هر حال هدف از این ایده و فناوری پشتش گردهم آوردن مردم مختلف از سراسر دنیا دور همدیگه است. ارائه مفهومی به نام حضور مجازی یا تلپرزنس. آواتارها معمولاً ما را به یاد دنیای بازی‌های الکترونیک می‌اندازند. شخصیت‌های خیالی که به جای ما می‌جنگن، ساکن جزیره مجازیمون میشن و تخیلاتمون رو به تصویر می‌کشن. اما هر چی می‌گذره، این شخصیت‌ها کمتر شمشیر به کمر می‌بندن و بیشتر لباس‌های عادی می‌پوشن و کارهای معمولی انجام میدن، مثل ما. دلیلش هم اینه که دنیای مجازی که درش زندگی می‌کنن دیگه تخیلی نیست، بلکه برای تقلید دنیای واقعی طراحی شده. ما شرکت همون 4 سال پیش برای دنیاهای مجازی به صورت کلی راه انداختیم، ولی متوجه شدیم که کاربردهای مشخصی هست که براش احتیاج زیادیه، من جمله ملاقات‌های مجازی، ملاقات‌های 5-10 نفره، کنفرانس‌های مجازی، کنفرانس‌های بین یک کلاس درسی 20-30 نفره تا 100 نفره، یا نمایشگاه‌های مجازی که میتونن هزاران نفر وارد یه سالن بشن و با هم دیگه ارتباط داشته باشن. یکی از محبوب ترین کاربردها که ما داریم الان کلاس های مجازیه، برای اینکه استاد میتونه توجه دانشجو رو ببینه و متوجه بشه که آیا دانشجو داره واقعا به این درس دقت میکنه، توجه میکنه، حواسش کجاست. یه ارزش بزرگیه براشون. در نتیجه به جای اینکه مجبور باشین در راهروهای شلوغ نمایشگاه ها سرگردون بشین، میتونین به صندلیتون لم بدین و از پشت کامپیوترتون از اونا بازدید کنین. با این کار نه فقط در هزینه سفر و وقت صرفه‌جویی میشه، بلکه شاید حتی بتونین به جایی که در دنیای واقعی وجود نداره سر بزنین. مثل سفارت آمریکا در ایران که پیشنهاد شرکت آلتادین به سیاستمدار است. سالها بودش که موضوع سفارت مجازی مطرح بود در سیستم‌های مشابه، ولی اونجوری موفق نبود. وقتی که خانم کلینتون اعلام کردن که سفارت مجازی امریکا در تهران هستش، با وجودی که خود من ایرانی هستم، اولین کاری کردم رفتم فوری ببینم این چیه. دیدم یه صفحه فیسبوکه و چند تا توییت توییتر. گفتم اگر این سفارت مجازی، بذاریم بهشون توضیح بدیم که سفارت مجازی یعنی چی. این بودش که با اکیپمون، با تیمم، چند روزه، کار سختی نیست، یه سفارت مجازی درست کردیم با دکور تهران، برج میلاد، دماوند، صحنه‌های تهران و یه ساختمون مدرن و شیک در یه فضای سبز در تهران. میشه رفت توش و مدارک رو دانلود کرد، فرم‌ها رو دانلود کرد، پر کرد، دوباره فرستاد. مسئولان سفارت میتونن
برای مصاحبه دعوت کنن از متقاضیان که برگردن. حتی توی محل سفارت مجازی میشه کنفرانس داد، میشه پیغام هایی رو داد. یه کار صلح‌آمیزه برای تمام کشورهای دنیا که میتونن سفارت های خودشون رو به صورت مجازی داشته باشن، همینطور که امریکا میتونه در ایران داشته باشه، ایران در امریکا داشته باشه، یا هر کشور دیگه‌ای در هر کشور دیگه‌ای داشته باشه. در کنار این کلاس‌های مجازی هم درست شدن که آواتار شرکت کننده ها میتونه با استفاده از دوربین کامپیوتر حرکات آدم واقعی رو نشون بده. اینطوری معلم میتونه از نحوه نگاه کردن یا حرکات آواتار دانش آموزا کی حواسش هست یا احیاناً چه کسی دستش رو برای سوال کردن بلند کرده. در سالهای اخیر طراحی این فضاهای مجازی خیلی آسون شده و حالا حتی با یه اپ فیسبوک هم میشه این کارو کرد. استفاده از آواتار نسبت به چت ویدیویی چند تا مزیت داره. به پهنای باند کمتری احتیاج داره، امکان حضور تعداد بیشتری از کاربرا رو فراهم میکنه و از همه مهمتر قبلش لازم نیست خودمون رو آماده کنیم. اما هیچی جای دیدن تصویر یه نفر دیگر رو نمیگیره. در حالی که خیلی از ماها از خدمات شرکت‌هایی مثل اسکایپ استفاده می‌کنیم، شرکت سیسکو مکالمه ویدیویی رو به سطح تازه‌ای ارتقا داده. ویدیوی با وضوح بالا و بدون هیچ گونه تأخیر. اسمش هست تلپرزنس. ما موجوداتی هستیم که وابسته به قوه بینایی مونیم. در واقع 64% ارتباطات ما غیر شفاهیه و وابسته است به حرکات بدن، قیافه‌ای که می‌گیریم یا نوع نگاه و لحن حرف زدنمون. مجموعه این عوامله که به ارتباطات قدرت می‌بخشه. پس نگاه کردن به چشم کسی که اون طرف میز نشسته مهمه. بنابراین به جای گذاشتن دوربین در بالا یا پایین نمایشگری که بهش نگاه می‌کنین، شرکت آمریکایی DVE موفق شده اونو هم سطح چشم و پشت نمایشگر قرار بده. این نمایشگر پلاستیکی نیمه شفافه و به لطف یه لایه فلزی مخصوص تصاویر پخش شده از یه پروژکتور رو طوری نمایش میده که انگار آدم‌ها به هم نگاه می‌کنن. جلسه روزهای دوشنبه در دفتر کلیک. همه حاضر نیستن و اغلب سیستم‌های کنفرانس ویدیویی موجود برای حضور این همه آدم مناسب نیستن. مشکلی که البته حل شده و به زودی دیگه کسی بهانه‌ای برای عدم شرکت در جلسات نداره. اینجا 60 نفر از طریق 19 خط ویدیویی دور هم جمع شدن. هرچند پولیکام میگه این سیستم میتونه بیش از 1000 نفر رو دور هم جمع کنه. اغلبشون هم برای اتصال نیازی به نصب یه سخت افزار مخصوص هم ندارن. اینجا کریس از یه آیپد استفاده میکنه. هرچند میتونست از تلفن‌های هوشمند یا تبلت‌های دیگه هم استفاده کنه. اینجوری کارمندا مجبورن همیشه و هر وقت که لازم شد تو جلسات شرکت کنن. همونطور که الان خیلی ها مجبورن بلافاصله به ایمیلاشون جواب بدن. با واقع نماتر شدن تلپرزنس، سیستم‌های تازه سعی می‌کنن بخش‌های بیشتری از بدن رو نشون بدن و ابزارهای تصویری مفیدی بهشون اضافه کنن. الان داریم به جایی میرسیم که با استفاده از اتصال تلپرزنس به فناوری‌های دیگه، استفاده از اینترفیس یا رابط‌های لمسی هم امکان پذیر شده. مثل نرم افزارهایی که امکان طراحی در فضای مجازی رو میدن یا میشه باهاشون اشیاء مجازی رو حرکت داد. فناوری‌های سه‌بعدی مجازی همین حالا هم برای خلق جلوه‌هایی مثل هولوگرام به کار میرن. نمونه جالبش چند هفته پیش در این اجرای دو نفری توپک و اسنوپ داگ بود که تصویر از قبل ضبط شده یکی کنار اجرای زنده اون یکی قرار گرفت. میوژن، یکی از شرکت‌های پشت این اجرا، نحوه این کار رو به ما نشون داد. وقتی شما میرین سینما، پرده رو اینجا دارین و آپارات رو هم اینجا. کاری که ما می‌کنیم اینه که پرده رو میاریم اینجا و پروژکتور رو این بالا. بعد با گذاشتن یه فویل این وسط با یک زاویه 45 درجه طرف تماشاچی ها، تصویر مورد نظر به سمتشون منعکس میشه. ارائه یه تصویر واقع نما حاصل کلی کار پشت صحنه است. مجری یا کسی که روی صحنه است صدای اون یکی رو میشنوه تا بتونه با تصویرش تعامل داشته باشه.
اون پروژکتور تصویر رو اول اون بالا میفرسته، بعد از طریق فایل به این طرف میره. اینطوری من میتونم ببینم که کجام و همینطور میتونم ببینم لوسیندا کجاست و میتونم اینطوری دستاشو بگیرم. درآمد میوژن از طریق اجراهای زندش در دنیاست، اما DVE فکر میکنه این آینده تلپرزنسه. تو این سیستم از تجهیزات پیچیده روی صحنه خبری نیست و صرفاً با استفاده از پروجکشن تصویر رو به شکل هولوگرافیک یا حجمدار نمایش میدن. و برای اینکه دیگه واقعاً حضور داشته باشیم، باید به جسم یه ربات حلول کنیم. شرکت فرانسوی گاستار شما رو میفرسته داخل یکی از این ربات‌ها تا به صورت فیزیکی حضور داشته باشیم. در آینده ما با اینترفیس های سر کار خواهیم داشت که در ارتباط با تنفس ما، ضربان قلبمون و احساسات قابل لمس دیگه عمل میکنن و میتونن با انتقال داده های مرتبط با اونا امکان برقراری ارتباط رو فراهم کنن. در حال حاضر تلپرزنس صرفاً به حس بینایی متکیه، اما با اضافه شدن حس های دیگه شاید روزی برسه که واقعاً حضورمون رو بشه احساس کرد. و حالا وقتشه که به این حضور مجازی پایان بدیم. بیتا حجازی با وبنورد و وبسایت ها و اپلیکیشن های تازه اینجاست. اگه از فیسبوک و توییتر بازای حرفه‌ای هستید، سایت رپلیکنس رو بهتون پیشنهاد میدم. اینجا میتونید برای فیسبوک و توییترتون بات بسازید تا توی فعالیت‌های آنلاینتون کمک کنه، براتون لینک‌ها و پست‌های جالب به اشتراک بذاره و حتی جواب دوستا و فالوورهاتون رو بده. با لینک دادن به سایت‌های اجتماعی مورد علاقتون و اضافه کردن کلمه‌های کلیدی درباره علایقتون، بات چیزایی که شما دوست دارید رو تجزیه تحلیل میکنه تا یه شخصیت آنلاین مشابه خودتون بسازه. اینطوری دیگه مثل این آدم آهنیای بیروح عمل نمیکنه. نیست که بعضیا کم وقت تو فیسبوک و توییتر میذارن، گفتم یه مشغولیت تازه دیگه هم بهتون معرفی کنم. ای از شوخی گذشته، وقتی این سایت رو دیدم پیش خودم فکر کردم اگه هم دلتون میخواد روابطتون رو توی سایت های اجتماعی حفظ کنید و هم وقتش رو ندارید، بعد نیست از این ربات ها به عنوان یه دستیار استفاده کنید تا یکم از این بار سنگین رو از رو دوش شما بردارن. من هفته پیش توی اکانت فیسبوکم یه بات گذاشتم. ظاهرا خیلی معاشرتی و اهل حرف زدن نبود، ولی چند تا ویدیوی جالب پست کرد که خیلی هم ازشون خوششون اومد. البته اینم بگم که بات من یهو قاطی کرد و کلی چیزای عجیب و غریب از طرف من پست کرد. منم مجبور شدم حذفش کنم که دوستامو خیلی هرس نده. به نظر میرسه این روزا به ظاهر اپلیکیشن‌ها به اندازه محتواشون اهمیت داده میشه. به این دوتا اپلیکیشن آیپد یه نگاهی بندازین که چشم‌اندازی از ایبوک‌های پیشرفته بهمون میدن. Inside the World of Dinosaurs یه دایره‌المعارف اینتراکتیوه که تعداد زیادی تصویر و ویدیوی با کیفیت رو توی یه اینترفیس خیلی قشنگ جمع کرده. چرخ زدن توی خود اپلیکیشن که لذت بخش هیچ، شنیدنی‌های جالبش هم به جذابیتش اضافه می‌کنه. البته به اضافه دایناسورای سه‌بعدیش که وسط دعوا خشکشون زده. اپلیکیشن قیمت چندانی نداره، ولی بهتون بیشتر از 60 تا انیمیشن حرفه‌ای و آموزنده ارائه میده. در نتیجه به نظر من ارزش هزینه‌ای که براش می‌کنید رو داره، مگر اینکه کلاً با دایناسورا خیلی میونه خوبی نداشته باشید. اپ بعدی سایکلوپیدیاست که اگر اهل دوچرخه باشید باید براتون هوس انگیز باشه. اینم یه دایره‌المعارف اینتراکتیوه و 100 تا از دوچرخه هایی که تاریخ دوچرخه سواری رو عوض کردن معرفی میکنه. میتونید تصاویر سه‌بعدیش رو از زوایای مختلف ببینید و روشون زوم کنید. به اضافه اینکه ویدیوهای جالبی هم داره. احتمالاً اپلیکیشن رویاهای عاشقای دوچرخه سواریه. این هفته حرف دایره المعارف شد، میخوام دانشنامه ویکی رادیو رو هم بهتون معرفی کنم. اینجا اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف به صورت صوتی در اختیار کاربرا قرار میگیره.
به نظر من این مزیت بزرگیه که کمک میکنه افراد نابینا هم بتونن از این اطلاعات بهره ببرن. پویانمایی یا انیمیشن، نمایش سریع و متوالی تصاویری از اثر هنری. محتوای سایت مثل سایت‌های مشابهش به وسیله افراد مختلف اضافه میشه. پس شما هم اگر مایل باشید میتونید به پیشرفتش کمک کنید. و در آخر اگر دلتون میخواد به هر دلیلی یه ابزار جستجوی جدید رو امتحان کنید، بهتون quickie.com رو پیشنهاد میدم. نتیجه جستجوهاش اونقدر متنوع و زیاد نیست، ولی چیزی که جالبش میکنه اینه که همهشون با اسلایدشوهای مرتبط با موضوع همراهن و توضیحاتشون به وسیله یه راوی نقل میشن. Robots and Avatars is a program of events. مرسی بیتا و البته بهتر بگم سپاس و مرسی از شما از اینکه برنامه رو تماشا کردید. شما میتونید تکرار این برنامه رو تو وبسایتمون ببینید، bbcpersian.com/click آدرس ماست. از همونجا میتونید نظراتتون رو برامون ارسال کنید، یا اینکه میتونید برامون ایمیل بفرستید با آدرس persianclick@bbc.co.uk، یا اینکه توییت کنید به سادگی با یک @persianclick تا به دستمون برسه. صفحه ما در فیسبوک رو هم فراموش نکنید، facebook.com/persianclick نشونی ماست. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.